أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله وأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين وأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا فقد الله الحسنى. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا قديما درجات منه مغفرة ورحمة سبحان الله غفورا رحيما. قبل از تأخیر عذر میخواهیم، چون تا اونجا که ممکن است ما سعی میکنیم که وقت عزیز آیون تلف نشود، ولی خب گاهی یه سلسله سمینار هاست که در اختیار ما نیست. رفعاً امتی تستی کشن مستور رو علیه هست میبخشید. در این کریمه فرمود مجاهدین فی سبیل الله با دیگران یکسان نیست، چون سیاق بحث در جهاد و قتال و دفاع از حریم اسلامی. گاهی ذات اقدس اله می فرماید عالم و جاهل مساوی نیستن، عالم و غیر عالم مساوی نیستن، یا نور و ظلمت مساوی نیستن، یا سایه و جای گرم سوزان مساوی نیستن، و سرانجام زنده و مرده یکسان نیستن، احیا و اموات برابر نیست. گاهی هم در باره مسئله جهاد می فرماید به اینکه مجاهد و غیر مجاهد مساوی نیست. در موارد دیگر به صرف نفی تساوی اکتفا میکند، حالا یا نفی تساوی را به صورت استفهام انکاری ذکر میکند، مثل هل یستوی الذین یعلمون، گاهی هم به صورت نفی صریح ذکر میکند، لا یستوی الظل ولا الحرور ولا النور ولا الظلمات. اون استفهام انکاری هم معنای نفی را دارد. گاهی گذشته از تصریح به نفی برابری و تساوی باز می کند، می فهمد اینها برابر نیستند، بلکه مجاهد بر غیر مجاهد افضل است و درجات فضلش هم یکی و دوتانی. پس میشه سه فصل. فصل اول اینه که اینها مساوی هم نیستند. فصل دوم این است که به صورت تصریح بعد الاجمال یا تبیین بعد الاجمال می فرمود مجاهد فی سبیل الله افضل است. فصل سبوش هم معیار فضیلت و ما به تفاوت کم نیست، که حالا یک کسی بگوید که حالا که ما به تفاوت فلون مقدار است مهم نیست، و نه، ما به تفاوت خیلی. این سه فصل از بحث. برای اینکه محور اصلی این فصول سگان مشخص بشود، می فرمود محل بحث در سنجش بین دو تا مؤمن هست، که هر دو مؤمن هست، هیچ کدامشون کافر یا منافق نیستن، هر دو مؤمن واقعی هست. این یک. و جهاد هم واجب عینی نشد اونجایی که فنفر و جمعی هم باشد، اونجایی که فنفر و ثباتن هست، یعنی گروه گروه باید بروید، بر همه واجب نیست. اگر بر همه واجب باشد میشه واجب عینی، اگر واجب عینی شد اون که نرفت معصیت کبیره کرد، او را با مجاهد که نمیسن جنگه. پس محل بحث در این است که دو نفر هر دو مؤمنن، اون که نرفت معصیت نکرد، اون که رفت فضیلت برد. پس محل بحث در اونجا نیست که در یک موردی قیام واجب باشد فقط بعضی قیام بکنند و بعضی قیام نکنند. اونجا که قیام واجب عینیست یا کفاییست، ولی من به الکفای چند نفرم، دیگران در دسترس نیستن، در اینها میشه واجب عینی. یک تکلیف یا مستقیما واجب عینی مثل نماز و روزه، یا بالعرض واجب عینیست مثل مسئله جهاد. پس اونجا که واجب عینیست محل بحث نیست. کسی که جهاد بر او واجب عینی باشد و او صحنه جهاد را ترک کند، او را که با مجاهد نمی سنجد، بگن مجاهد از او افضل است. که در این آیه وقتی محل بحث مشخص شد، قهرن مؤمنی که به همه اصول و فروع معتقد است به سعی میکنه عمل بکنه، و فعلا جهاد بر او واجب عینی نیست و من به کفایه قیام کرد، ولی او در اثر تنبلی سعی کرد جز من به کفایه ها نباشد. و حالا که عده میرن ما چرا بریم؟ بحث در این زمینه. حالا که محل بحث را ذات اقدس اله مشخص کرد، بعد می فرماید مجاهد از غیر مجاهد افضل است، میشه فصل دوم. و معیار فضیلت هم
اونقدر زیاد است که نمی شود نسبت به او اعتنا نکرد. این فصل سوم. برای اینکه در فصل اول که تحریر محل نزاع مشخص می شود، بود این فضیلت ها مال کسانی است که مکلف به جهادند و جهاد هم واجب کفایی بود، منطور بعضی رفتن و بعضی نرفتن. اونایی که مکلف به جهاد نیستن خارج از بحث است، مثل کسانی که زبر اعزارند، لیس علی الاعمى حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج و مانند آن. لذا در فصل اول کاملا محل بحث را تحریر فرمود. فرمود لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. که وقت است قاعد اولی الضرر است. قاعد یعنی اون کسی که نشسته است، قیام نکرده. منظور از این قعود نشستن فیزیکی نیست. ممکن است کسی برود تو میدان جنگ فقط تو این خاکریز اول بشیند و اونجا ایستادن حرام است، چون ببینن میزنن. او فقط باید بشیند و ببیند و گزارش بدهد. این قاعد فیزیکی هست، اما قائم متافیزیکی است، یعنی قائم الهی است. گاهی ممکن است کسی بر او تکلیف شده باشد، این کاملا ایستاده را حرکت میکند و در حقیقت قاعد است. ایستادن منظور ایستادگی است، نه ایستادن ظاهری. چون که نشستن یعنی عدم ایستادگی. خب یه وقت کسی جزء اول ضرر است، این خارج از محل بحث است، این با نیتش محشور میشود. یه کسی اعماس اعرج است، مریض است، اما از خدا شفا طلب میکند، توفیق مسئلت میکند که به جبهه برود، حالش خوب بشود به جبهه برود. اینها با نیازشون محشورند، اینها خارج از بحثند. خدا نفرمود مجاهد بر این گروه افضل است. حالا یک کسی بیمارستان بستری است و شب و روزم از خدا دعا میکند خدای من یه سلامتی بده که من یه گوشه کار جهاد رو به عهده بگیرم، خدا که نمیفرمود مجاهد از او افضل است. که اگر هم افضل باشد یه بحث دیگری دارد و آیه دیگری. این آیه تعرض او رو ندارد. پس فصل اول که برای تحریر محل بحث و نزاست مشخص شد که مؤمنی که به خلاف وظیفه عمل نکرده و عذر شرعی هم ندارد، اعرج نیست، اعمى نیست، مریض نیست، مانند آن، لا یستوی قاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یعنی اون مؤمن قاعدی که معذور نیست ولی چون جهاد واجب کفایی بود این نرفت. یه همچه گروهی با مجاهدین فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم یکسان نیستن، ولی مجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. این فصل اول بحث. خب هم محل نزاع مشخص شد، هم ضمناً بیان شد به این که قائد با مجاهد یکسان نیستند. معلوم است که مجاهد افضل از قائد است، مثل که فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. معلوم است عالم افضل است، گفتن نمیخواهد. و اما در فصل دوم این رو باز کرد، فرمود فضل الله مجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجتا. ذات اقدس اله مجاهد را بر مؤمنی که معذور نبود ولی گفت حالا که من به کفایه هست ما چرا قیام بکنیم و به جبهه برویم، خدا مجاهد را بر غیر مجاهد فضیلت داد. این درجتا بله فی قلبه مرض است، ضعیف الایمان هست. نه فی قلبه مرض هست به معنای ضعف ایمان. بله در اون جهات در سوره انفال و در سوره توبه که خیلی از اینها را منافق میداند، که یعتذرون الیکم اذا رجعتم یحلفون لکم لترضوا فان ترضوا عنهم فان الله لا یرضى عن القوم الکافرین. این معنی میشه کافرند یا منافق. این چون بر آیه چون در مورد تفضیل است، این هر دو فاضلند، منتها مجاهد افضل است. معلوم می‌شود که هر دو در صدد انجام وظیفه هیچ دو معصیت نکرده. خب در فصل دوم فرمود که مجاهدین بر قائدین در از نظر درجه افضلند. این درجتن تای او تای وحدت نیست، درجه یدرجو درجن و درجتن، این تا تای وحدت نیست.
این تایی است که با جنس میتواند باشد که با هم وحدت سازگار هستند با کثرت. چون در فصل سوم بحث مشخص میشود که ما به تفاضل مجاهد و غیر مجاهد درجات است نه درجه. این چنین نیست که اون که مجاهد است یک درجه از غیر مجاهد افضل باشد، بلکه چندین درجه. خب فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجتن. بعد فرمود مبادا شما بشورید و علیه کسانی که به جبهه نرفتن حمله کنید. این چنین نیست، بلکه کلن وعد الله الحسنا، خدا به همه وعده عاقبت خوب داد. اون که مؤمن بود، علاقمند به اسلام و فروع اسلامی بود، جهادم که واجب عینی نبود، او هم که خلاف شر نکرد، خب خدا عاقبت خیر به او وعده داده است، منتها با درجات کمتری. و کلن وعد الله الحسنا. چه این که مشابه این را در سوره مبارک حدید با یه بیان دیگری فرمود، معنویش درجات کمال انسانیست دیگر. دنیا یعنی مثلا خدا وضع مالی او را بهتر کنه، جامعه چرا ارزش اجتماعی او بیشتر است، تکریم او بیشتر است، مردم موظفن نسبت به او احترام بکنن، گرچه او موظف است از مردم احترام طلب نکند، مثل عالم و غیر عالم. بله درجات معنوی هم در دنیا هم در آخرت است، مثل که ما موظفیم به عالم احترام بکنیم و عالم هم موظف است که از ما احترام نخواهد، و این هم بسیار سخت است. در بعضی از نصوص دارد که من احبم یتمثل له الرجال فلیتبوا مقعده من النار. خیلی سخت خلاصه از جهنم نجات پیدا کردن. حالا بهش رفتن به فضل الهی است. خطر اینی که آدم نسوزه. فرمود اگر کسی وارد شد دلش میخواد یه عده برش پاشن، این باید جای معینی رو در آتش برای خود انتخاب بکنه. من احب ان یتمثل له الرجال قیامه فلیتبوا مقعده من النار. خب خیلی سخته که آدم از این پل بگذره دیگه. کمتر کسی پیدا میشه که خوشش نیاد وقتی وارد شد برش پا نشن. اگر پا نشدن که میگه وقت اهانت شده. آقا پا شدن نه بر او واجب است، نه ترک پا شدن حرام است. خب ما چه توقعی داریم؟ اما این دردو داریم. بله؟ نه، وظیفه نبود که. اگه خلاف شرع بود بند، که وظیفه نبود که. اینی که واقعا میبینید بسیار از علما شیرن میکشن تو مناجاتشون زجه میزنن، در این کار آسان نیست، تنها با نماز خوندن و روزه گرفتن و اینها نیست. وقتی که معصوم این چنین دستور میدهد، ما هم هر جا رفتیم دلمون میخواد که عده برامون پاشن. خب این یه نحوه خودخواهی است، یه نحوه داعیه ربوبیت داشتن است. به هر تقدیر مجاهد را ذات اقدس اله بر غیر مجاهد افضل می داند، بر غیر مجاهد این حکم را کرده است که او را گرامی بدار، حالا در مواردی که مشخص فرمود واجب، در موارد دیگر مستحب. ولی از مجاهد خواست تو هم احترام طلب نکن. کسی که از مردم احترام طلب می کند در حقیقت گرفتار است. به این گرفتاری را اگه معالجه نکند وقتی پیر شد بیماری به هیچ وجه قابل علاج نیست. خب حالا که فرمود فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه، فرمود بکلن وعد الله الحسنا. مشابه این دستور مبارکه حدید هم آمده است. در آیه 10 سوره حدید است که بمالکم الله تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا وکلا وعد الله الحسنی والله ما تعملون خبیر. فرمود همه شما مؤمنین که به نظام اسلامی وفادار بودید پیش خدا معجوری، منتها اونا که قبل از فتح مکه در صحنه ها حاضر بودن و انفاق می کردن و ایثار می کردن با اونها که بعد از فتح مکه به صحنه آمدن یکسان نیستن، مثل انقلابی های قبل از انقلاب و انقلابی های بعد از انقلاب. هر دو خوبن و مؤمنن و اهل بهشتن، اما انقلابی قبل از انقلاب مقدم است بر انقلابی بعد از انقلاب. اون روز روز خطر بود، ای ایثار و اخلاص خاص می طلبد.
فرمود اینا همشون مؤمنن، برای رضا خدا کار میکردن، منتها بعضی میترسیدن، مشکل مالی تهدیدشون میکرد به مانند آن، معصیت نبود، اما خب این کار رو نکرده بودن. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد، یعنی بعد فتح مکه و قاتل، و کلا وعد الله الحسنى والله تعملون خبیر. خب بله، اما مجاهدین بر مؤمنینی که معذور نیستن، مؤمنی که معذور باشد مثل نابیناها، اعرجها، بیمارها، او خارج از محل بحث است. فمود لا یستقل قاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. این کلن وعد الله الحسنا نشون میدهد که اون آیون برشون واجب کفایی بود، نه واجب عینی، چون اگه واجب عینی باشد که معصیت کبیره است. نه، اول ضرر را که خدا نمیخواد از بدد، اون اول ضرر یه غید است که از عنصر اصلی کلام بیرون است. فرمود مثل همین آیه سوره حدید که فرمود مجاهد قبل از فتح با مجاهد بعد از فتح یکسان نیست و کلن وعد الله الحسنا. اینجا نمیخواهد اعرج و اعما را با مجاهدین بسنجد، اینجا میخواهد مؤمنین قائد را با مؤمنین قائم بسنجد. لذا فرمود به کلن وعد الله الحسنا، این چیزی نیست که اونها ناامید باشند. باز برای اهمیت مسئله فصل سوم را آغاز میکند، میفرماد به اینکه گرچه همه از عاقبت حسنا برخوردارند، اما اون چرا که در فصل اول گفته شد که مجاهد با غیر مجاهد یکسان نیست، تفاوتشون عظیم است. فحذر الله المجاهدين على القائدين نه على اول الضرر، فحذر الله المجاهدين على القائدين، که اونطور دیگر کلام بود، اجرا عظیما، اجر عظیم چیست؟ درجات منه و مغفرتا و رحمه، همه این عنایت های خاص مال مجاهدین است. تفاوت یک درجه یا دو درجه نیست، به درجتین او درجتین نیست، تفاوت به درجات است. درجاتی را مجاهد دارد که غیر مجاهد ندارد. حالا این گفته من دارم مشغول کار هم هستم، مشغول به درس میخونم، او رفته دین را حفظ کرده، خب خیلی فرق میکند دیگر. این از اون مواردی نیست که بگن دادر علما افضل من دماء شهدا. حالا اگر یه عالمی بود توانست نظامی را حفظ بکند، بسیجی ها را در صحنه نگه داشته باشد، این نیروهای عظیم را تغذیه کند، بله. اما یک کسی که فقط مشغول درس و بحث است، بگوید که من به اطلاق مداد العلماء افضل من دماء شهدا تمسک میکنم، بعد میگم افضل از مجاهدینی هستم که رفتند و نگذاشتن ایران مثل بوسنی بشود، چون اگه بیگانه میامد همین کار رو میکرد دیگر. خب حالا معلوم میشود که تفاوت یک درجه و دو درجه نیست، به چیزی هم که ذات اقدس اله عظیم بداند مسئله دنیا و مافیها نیست. خدا فرمود قل متاع الدنیا قلیل. خب این نظام کیهانی اون چه به عنوان دنیاست اندک است. البته متن آیات تکوین آیات الهی است، اون حسابش جداست. اما دنیا رو انسان عمر نوح بکند و مرفهانه به سر ببرد، متاع اندک است. خدایی که میفرمود قل متاع الدنیا قلیل، اون ما به تفاوتی که بین مجاهد و غیر مجاهد است رو اجر عظیم میداند، درجات میداند، مغفرت و رحمت میداند. این که فرمود درجات منه و مغفرتا و رحمه، هیچ کدام از اینها را به غیر مجاهد نمیداد. اون مغفرتی که به مجاهد میداد به غیر مجاهد نمیداد. اون رحمتی که درباره مجاهد اعمال میکند درباره غیر مجاهد اعمال نمیکند، چون اون درجات بهشتی که به مجاهد میداد به غیر مجاهد نمیداد. مثل که در سوره مبارکه مجادله فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات،
به قرینه این اون تمیز جمله بعد محذوف است. اولش این است، این که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجاتن. پس سوره مبارکه مجادله است. به قرینه این درجاتنی که در جمله دوم آمده، اون درجات اول محذوف است. آیه 11 سوره مجادله این است که یرفع الله الذین آمنوا منکم، خب چقدر معلوم نیست. والذین اوتوا العلم اون چقدر درجاته؟ پس جمله اول درجات نیست، درجه است. و منظور آیه این نیست که مؤمن عالم فقط درجات دارد، منظور این است که مؤمن بی علم درجه دارد، مؤمن با علم درجات دارد، چون الذین تکرار شده است. نفهمود والذین آمنوا منکم و اوتوا العلم، تا منظور این باشه که عالم با عمل. این الذین که تکرار شد معلوم میشه که دو گروه هست. گروه اول مؤمن عادی است که عالم نیست، گروه دوم مؤمن عالم است. اونگاه یرفع الله الذین آمنوا منکم این در تمیزش مشخص نیست، و الذین اوتوا العلم درجاتین این گروه مشخص است. پس مؤمن غیر عالم درجات ندارد، درجه دارد. مؤمن عالم است که درجات دارد. هاکذا مؤمن مجاهد درجات دارد، مؤمن غیر مجاهد درجه دارد. و جامع همه اینها در فصل دوم بیان شده که فرمود خداوند مجاهد را درجه داد. این درجتن شامل درجات هم می شود، چون مطلق است، معنی جنسی دارد، تا وحدت می شود. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجزاً عظیماً درجات منه و مغفرت و رحمه و کان الله غفوراً رحیماً. خداوند در سوره مبارکه حدید به همه انسان ها فرمود و معکم اینم و کنتم، چه بد چه خوب، چه مؤمن چه کافر و منافق. اما در بخش های دیگر که فرمود ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، این پیداست یه معیت خاصه است. در اینجا هم باید این چین گفت، گرچه خداوند به همه انسان‌هایی که در صراطن وعده مغفرت و رحمت داد، ولی نسبت به مجاهدین یک مغفرت و رحمت خاصه است که این رحمت الله قریب من المحسنین. خب اون رحمت الهی که وسعت کل شهر، نه حالا اونها یه بحث دیگری است که مجاهد با عالمی که با اشاعه علم مجاهد میپروراند، آیا اونها معادل همن یا نه. لذا در سوره زمر یه بحثی بین عالم و غیر عالم است که قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. در اینجا بین مجاهد و غیر مجاهد است، هر دو مؤمنن. اما حالا مجاهد با عالم چه نسبتی دارد؟ اون جایی که عالم جهاد اکبر را به عهده دارد، اونگاه می توان گفت که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. و اما اون جایی که جهاد اکبر را ندارد، از جهاد اصغر هم تفره رفته است، بعید است که بتواند بگوید من افضل از مجاهدم. هر تقدیر در فصل سوم فرمود اون اندازه‌ای که ما به تفاوت هست کم نیست، درجات منه و مغفرت و رحمت و کان الله غفور رحیم. و این رحمت از همون رحمت خاصه است که ان رحمت الله قریب من المحسنین. محسن در این حال که به معنای این است کسی به نسبت به غیر کار خیر بکند، به همین معنا هم خواهد بود. محسن یعنی کسی که فعل حسن انجام میدهد، یک کار زیبا انجام میدهد، جهاد حسنه. لذا قرآن به اینها وعده رحمت خاص داده است. این وکان الله غفورا رحیما در این حال که رحمت عام را شامل می شود، از ازل هم خدای یک رحمت خاصه داشت، هم رحمت مطلق نسبت به افراد خاص رحمت مخصوص اعمال می کرده است. ان رحمت الله قریب من المحسنین تازگی ندارد، سابقا هم همینطور بود. فتحصل که در این صفت اون کسی که به عنوان من به الکفایه قیام می کند، در حالی که جهاد بر او واجب عینی نیست،
از ایثار دیگران و نثار مال و جان مضایقه‌ای ندارد، این درجاتی دارد پیش خدا که دیگران فاقد اون درجات هستند. را تتمه بحث برسد. والحمدلله.